کتاب فراسوی خشونت تعلیف جید و کریشنامورتی ترجمه محمد جعفر مصفا نشر گفتار تهران 1378 دنیایی که ما ساخته ایم پر از خشونت است زیرا خود ما انسانها پر از خشمیم محیط و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم محصول نزاع ها، رنج ها و بیرحمی است که خود اسیر آن هستیم. بنابراین مهمترین سوال این است که آیا ما انسان ها می توانیم وجود خیش را از خشونت شدیدی که حاکم بر است پاک گردانیم؟ ما موجوداتی پر از خشمیم. سراسر سر زندگی ما آدمیان در خشم گذشته است و می گذرد. اکنون من به عنوان یک انسان میخواهم ببینم چگونه می توانم خود را فارغ از خشونت گردانم. چگونه می توانم به فراسوی خشم بروم؟ برای این کار باید چه کنم؟ من می بینم که خشونت چه بر سر جهان آورده است؟ چگونه همه روابط را به فساد و تباهی کشانده است؟ چه رنج ها و بدبختی هایی در خود انسان ایجاد کرده است. من همه اینها را می بینم و به خود می گویم اکنون می خواهم به گونه ای زندگی کنم که واقعا پر از صلح و صفا باشد. زندگی داشته باشم که سرشار از یک عشق عمیق باشد. برای چنین زندگی همه خشونت ها باید از وجود من زائل گردند. حال باید چه کنم؟ انسان در بعد تکنولوژی پیشرفتی باور نکردنی داشته است. ولی در بعد دیگر آن گونه زندگی می کند که در هزاران سال گذشته زندگی می کرده است. با خصومت ها، آزمندی ها، رشک ها و بار سنگینی از رنج و اندوه. می خواهم درباره ابعاد مختلف مسئله هستی صحبت کنم. شاید شما هم مثل گوینده این سخنان میدانید که در دنیا چه می گذرد. هر جا مرج کامل، آشفتگی، خشونت، بیرحمی شدید در شکلهای مختلف، بلواهایی که به جنگ می انجامد. زندگی ما فوق سخت، آشفته و پر از تضاد دو تناقض گشته است و این مسائل تنها درون ما نیست بلکه تجلی آنها را می توان در بیرون و در زندگی واقعی نیز مشاهده کرد فساد و تباهی کامل دنیا را گرفته است ارزش ها از یک روز به روز دیگر تغییر می حرمت و احترام همه چیز از بین رفته است ایمان مردم نسبت به همه چیز سست شده است. نه دیگر به کلیسا ایمان دارند، نه به نظامات اجتماعی و نه به هیچ فلسفه ای. در چنین اوضاعی انسان مانده است و خودش که در این دنیای آشفته چه باید بکند؟ و انسان از خود میپرسد در چنین شرایطی چه عملی میتواند صحیح باشد؟ اگر اصولاً چنین عملی وجود داشته باشد. من مطمئنم که همه ما از خود میپرسیم راه و روش صحیح چیست و این سوالی است بسیار جدی و امیدوارم همه شما که در اینجا جمع شده اید واقعا آدم های جدی هستید این بحث ها و گرد همایی ها برای فلسفه بافی و نظریه پردازی نیست ما خود را درگیر هیچ نظریه و فلسفه ای نمی کنیم. و نه باز هم یکی دیگر از آن تئوری های عجیب و غریب شرق را سقات آورده ایم. پاورقی نویسنده هندیال اصل است و نظرش به ادعای فلان مرتاز هندی است که میگوید به وسیله اورادی می تواند مثلا مار را روی هوا سیخ نگه دارد و از این قبیل متل ها و تذکرش به این خاطر است که غربیها اغلب از طریق آنگونه متل ها با عرفان شرق آشنایی دارند. پایان پاورقی کار ما کمک به یکدیگر است برای بررسی دقیق و ابجکتیو واقعیت ها به گونه ای که هستند بدون دخالت احساسات و عواطف شخصی و برای تحقق چنین بررسی و مکاشفه ای باید خود را از هر گونه پیش داوری، از هر گونه عقیده متعصبانه از هر گونه نظریه فلسفی و به طور کلی از قالب شرطی خیش آزاد گردانیم و در این سیر و تفحص همه با تعنی، حوصله و تعمل پیش خواهیم رفت. کار ما شبیه یک عده محقق واقعی است که در آزمایشگاه به وسیله میکروسکوپ شیعی را مشاهده می کنند و همه ی آنها دقیقا یک چیز را می بینند. اگر شما محققی باشید که با یک میکروسکوپ در آزمایشگاه کار می کنید، باید آنچه را خودتان دیده اید به همکارتان هم نشان بدهید تا او هم دقیقا واقعیت همان چیزی را ببیند که شما دیده اید. و این کاری است که ما می خواهیم بکنیم. میکروسکوپ متعلق به من یا شما نیست. تنها یک وسیله دقیق وجود دارد که از طریق آن به مشاهده خواهیم پرداخت. مشاهده ای که عین شناخت و یادگیری است. شناخت و یادگیری هنگامی تحقق می که فقط به آنچه هست نگاه کنیم، نه اینکه نگاهمان تحت تأثیر حالات شخصی، قالب شرطی یا پیش‌داوری‌های های خاصی باشد. و در این یادگیری عمل کردن نیز وجود دارد. یادگیری جدا از عمل کردن نیست. پس قبل از هر چیز باید ببینیم در ارتباط بودن به معنای واقعی چگونه ممکن است. استفاده از کلمات برای رابطه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. ولی مهمتر از آن رفتن به ورای الفاظ و کلمات است. تنها در این صورت است که می توانیم در جریان سیر و سلوک و مکاشفه واقعا همسفر یکدیگر باشیم با هم باشیم و با هم غذایا را مشاهده کنیم کلمه رابطه یعنی شریک و انباز یکدیگر بودن بنابراین همه با یکدیگریم نه کسی شاگرد است و نه کسی معلم نه سخنوری هست که شما فقط مستمع او باشید و با حرفهای او موافقت یا مخالفت کنید. کاری که عبس و است. اگر ما واقعا در ارتباط با یکدیگر و همراه یکدیگر باشیم، جایی برای موافقت یا مخالفت وجود ندارد. زیرا همه ما در حال مشاهده ایم، در حال بررسی و مکاشفه ایم. مشاهده و بررسی نه بر اساس نظریات شما یا گوینده این سخنان بلکه بر اساس واقعیت به این جهت درک چگونه مشاهده کردن چگونه گوش کردن و چگونه دیدن روشن بدون هر گونه تحریف و کجبینی نهایت اهمیت را دارد وظیفه شماست همان گونه که وظیفه صحبت کننده است که شریک و همراه یکدیگر باشیم ما با هم کار خواهیم کرد. این باید از آغاز برای ما روشن باشد که خود را درگیر هیچ گونه احساسات سانتیمانتال و عاطفی نکنیم. توجه داشته باشیم که ابزاری که به کار میبریم یعنی میکروسکوپ بسیار دقیق است و از طریق این میکروسکوپ من و شما باید یک چیز مشابه را ببینیم. در غیر این صورت امکان رابطه وجود ندارد. چون این گونه مشاهده کردن بسیار اهمیت دارد، باید کاربرد عملی آن را در زندگی روزمره و در هر رابطه ای بیازماییم. باید آزاد بودن از اسارت ذهنیات خود را عملا تجربه کنیم. اینطور نباشد که موضوع را صرفاً به عنوان یک تئوری یا اصلی که باید در جهت تحقق آن تلاش نمود در ذهن نگه داریم. باید در نگاه کردن عملاً آزاد از پیش داوری و تعصب باشیم. حال ببینیم عملاً در دنیا چه می گذرد. خشونت در شکلهای مختلف حاکم بر نه تنها درون ما، بلکه حاکم بر روابط همه ما با یکدیگر است. خصومت ها و تفرقه های پایان ناپذیر ملی و مذهبی وجود دارد و هر گروه در مقابل گروه دیگر ایستاده است. هم در ابعاد سیاسی و هم به طور فردی انسان ها علیه یکدیگرند. وقتی شما این اوضاع آشفته و رنج های عمیق حاصل از آن را مشاهده می کنید، چه واکنشی نشان می دهید؟ چه اقدامی می کنید؟ آیا منتظر می مانید تا دیگری مثلا کلیسائیان، متخصصین و روانشناسان به شما بگویند چه باید کرد؟ هیچ یک از اینها ارمغانی به نام صلح، شادمانی و آزادی زیستن با خود نیاوردند. پس برای یافتن پاسخ مسائل آیا باید به کسی امید ببندید؟ اگر به دلیل آن که به هیچ اتوریته برونی ایمان و اعتماد ندارید برای شخص خود به عنوان یک فرد مسئولیت قائل شوید آیا می باز هم از خودتان یک اتوریته بسازید و به اتوریته درونی خودتان اعتماد کنید؟ کلمه فرد، اندیویجوال یعنی یک پارچه و تجزیه نشده. فردیت یعنی تمامیت، جامعیت و کل بودن یا هول. و کلمه هول یعنی سالم، یعنی پاک و منزه. ولی ما سالم به معنای کل و تجزیه ناشده نیستیم. وجود ما تجزیه شده است. با خودمان در تضاد و تناقضیم. بنابراین شما وقتی صحبت از مسئولیت فردی می کنید عملا میخواهید یکی از اجزاء وجود خود را بر اجزاء دیگر غلبه دهید خواهش می کنم واقعیت موضوعی را که مشغول بررسی آن هستیم به روشنی ببینید ما می بینیم که تعلیم و تربیت علم تشکیلات مذهبی تبلیغات سیاست و هیچ تشکیلات دیگر نتوانستند برای انسان صلح و آرامش بر آورند. پاورقی همانطور که در ترجمه دیگری از همین نویسنده نگاه در سکوت توضیح داده ام منظور نویسنده از تشکیلات مذهبی تشکیلاتی است که در هندوستان رواج دارد و میکوشند تا به عنوان مذهب شعن و اعتباری برای خود کسب کنند. پایان پاورقی اگرچه انسان از نظر تکنولوژی پیشرفتی باور نکردنی داشته است ولی در بعد دیگر همان است که هزاران سال بوده پر از خصومت، آزمندی، رشکورزی، خشونت و بار سنگینی از رنج و اندوه این یک واقعیت است نه یک نظریه برای درک این معنا که در یک دنیای آشفته بیرحم و خشن با انسانهایی که غرق در بدبختی و ناشادی هستند چه باید کرد؟ نه تنها باید ببینیم زندگی به گونه ای که عملا و واقعا هست چیست؟ بلکه باید ببینیم عشق به معنای واقعی آن چیست؟ همچنین باید مفهوم مرگ بر خود را نیز درک کنیم. علاوه بر اینها باید ببینیم چیزی که انسان هزاران سال در جستجوی آن بوده است یعنی حقیقتی که ورای هر گونه اندیشه است چیست بدون درک و شناخت این قضایای پیچیده در تمامیت و جامعیت آنها طرح این سوال که در رابطه با موضوع جزئی خاصی انسان چه باید بکند بی معنا و بی فایده است. ما باید زندگی و هستی را به عنوان یک پدیده کل بشناسیم، نه فقط جزئی از آن را. باید ببینیم زیستن به معنای واقعی یعنی چه؟ تنها در صورت شناخت زندگی در تمامیت آن است که می توانیم این سال را مطرح کنیم که چه باید کرد؟ و اگر انسان زندگی را در تمامیت و جامعیت آن ببیند و بشناسد شاید نیازی به طرح آن سوال و هیچ سوال دیگر باقی نماند زیرا در آن صورت خود ما نیز با یک کیفیت زنده و پویا در متن آن تمامیت هستیم و در آن زندگی می کنیم و آنگونه زیستن خود به خود منجر و عمل صحیح می گردد بی آن که لازم باشد انسان از خودش بپرسد چه باید بکنم. پس قبل از هر چیز باید ببینیم مفهوم زیستن به معنای واقعی و همچنین عدم زیستن چیست. پاورقی منظور از عدم زیستن زندگی در وضعیت تجزیه شدگی و نگرش و رابطه جزئی است که آن را زندگی به معنای واقعی نمی داند. پایان پاورقی و نیز باید ببینیم کلمه مشاهده چه معنایی دارد. دیدن، شنیدن و یادگیری یعنی چه؟ دیدن به معنای واقعی چیست؟ پاورقی نویسنده بین یادگیری و آموختن فرق قائل است. یادگیری غیر از انباشتن آموخته هاست. یادگیری کیفیتی است که در شرایط دیدن و گوش کردن صحیح وجود دارد. در آن صورت ذهن می آموزد ولی از آموخته خود ثبت ذهنی بر دارد. آنها را در حافظه انبار نمی کند. و البته در این بیان منظورش دانشهای واقعی و عملی نیست. پایان پاورقی کلمه نگاه کردن چه مفهومی دارد؟ نگاه کردن به معنای واقعی کاری است بسیار مشکل. هنر می خواهد. شاید شما هرگز حتی یک درخت را به معنای واقعی نگاه نکرده باشید. زیرا در حین نگاه تمام دانش ها و اطلاعاتی که درباره نوع درخت و به طور کلی گیاه ها و نباتات دارید وارد ذهن شما می شود و مانع می گردند که درخت را به گونه ای که همکنون واقعا هست نگاه کنید. شاید شما هرگز به همسر خود آن گونه که همکنون هست نگاه نکرده باشید و او نیز به شما نگاه نکرده باشد. زیرا تصاویری که قبلا از یکدیگر در حافظه ما ثبت شده است وارد دید ما می گردد و این تصاویر مانع میشوند شوند که یکدیگر را به گونه ای که واقعا و همکنون هستیم ببینیم. در این صورت نگاه ما همیشه تحریب شده است. پر از تناقض است. هنگام نگاه بین مشاهده کننده و چیزی که موضوع مشاهده او است باید ارتباط مستقیم وجود داشته باشد و تصاویر، مانع چنین ارتباطی می گردد. خواهش می کنم به این مطلب خوب توجه کنید. شوق نگاه کردن پیدا کنید. شما وقتی نسبت به چیزی شوق و احساس دوستی دارید، آن را با دقت و از نزدیک نگاه می کنید. و در این صورت است که مشاهده به معنای واقعی و رابطه مستقیم وجود دارد. حال من و شما می خواهیم با هم موضوعاتی را نگاه کنیم. اگر شوق و رغبت نگاه کردن در ما باشد، همه یک چیز را می بینیم. ولی برای تحقق چنین نگاهی، قبل از هر چیز، همه ما باید از تصاویری که درباره خود داریم، ذهن خود را پاک و آزاد نماییم. خواهش می کنم به آنچه گفته می شود عمل کنید. همکنون ذهن خود را از هر گونه تصویر پاک کنید. گوینده این سخنان صرفا یک آینه است و بنابراین آنچه شما در آینه می بینید خودتان هستید. گوینده ابدا مهم نیست. آنچه مهم است چیزهایی است که شما در آینه می بینید و برای دیدن روشن، دقیق و بدون تحریف و اعواج هر گونه تصاویر باید کنار گذاشته شود. تصویر اینکه من یک آمریکایی یا یک کاتولیک هستم، یک انسان فقیر یا ثروتمند هستم و هر نوع تصویر و پیش‌داوری باید از بین برود. و لحظه ای که شما تنها به واقعیت آنچه در مقابلتان قرار دارد نگاه کنید، تمام تصاویر و پیش ها زائل گشته است. زیرا در این نگاه واقعیت چیزی را که مشاهده می کنید مهمتر از چیزی است که تصاویر به ذهن شما دیکته می کنند. مهمتر از چیزی است که باید باشد. هنگامی که از موضع روشنایی نگاه می کنید، نگاه روشن عمل صحیح را نیز با خود دارد. تنها یک ذهن آشفته، تیره و انتخابگر است که می گوید چه باید بکنم؟ ملیگرایی یک خطر بزرگ است. جدایی بین ملت ها و گروه ها یک خطر بزرگ است. زیرا در جدایی و تفرق احساس ناایمنی وجود دارد. جنگ و بیاعتمادی وجود دارد. ولی هنگامی که خطر تفرق و جدایی به عنوان یک واقعیت خیلی روشن دیده شود، نه به صورت ذهنی و سطحی، نه به صورت عاطفی و احساسات سانتیمانتال، نفس آن دیدن منجر به یک حرکت و اقدام صحیح خواهد شد. پس هنر یادگیری، دیدن و مشاهده کردن نهایت اهمیت را دارد. پاورقی در این مورد منظورش از یادگیری درک واقعیت اوضاع جهان است. پایان پاورقی و منظور از مشاهده تنها پدیده های بیرونی نیست بلکه مشاهده حالات و کیفیت های درونی خیشتن خود نیز بسیار مهم است زیرا تا زمانی که از طریق آگاهی یک تحول اساسی در هسته وجودی فرد فرد انسانها صورت نگرفته است صرف آرایش و اصلاحات سطحی و جزئی در رویه اجتماع و به وسیله وضع قوانین چندان فایدت و اهمیتی ندارد. پس آنچه مورد توجه و علاقه ماست این است که آیا انسان می تواند یک تحول بنیادی در اساس ساختمان روانی خیشتن خود به وجود آورد؟ تحول نه بر اساس یک تئوری یک نظریه یا فلان سیستم فلسفی بلکه از طریق مشاهده واقعیت آنچه خود هست نفس مشاهده و درک واقعیت آنچه انسان هست منجر به یک تحول اساسی خواهد شد و مشاهده واقعیت آنچه انسان هست اهمیت دارد نه چیزی که فکر می کند هست یا چیزی که دیگران به او گفتند هست فرق زیادی هست بین موقعی که به شما گفتند گرست یا موقعی که خودتان مستقیما و عملا گرسنگی را در خود احساس می کنید. موقعی که شما گرسنگی را مستقیما در خود احساس می کنید، برای رفع آن بلادرنگ دست به اقدام مناسب می زنید. ولی وقتی دیگری به شما گفته است ممکن است گرسنه باشی اقدام به گونه دیگر صورت می گیرد. پس به همین طریق شخص باید مستقیما به خودش نگاه کند و واقعیت آن چرا که هست ببیند. پاورقی توجه داشته باشیم که در محتوای اشارات او چه نکات دقیقی نهفته است. وقتی شما در بعد موضوعات روانی مسئله ای را مستقیما ادراک و احساس می کنید، اقدامتان برای رفع آن هم فوری است و هم اقدامی است صحیح و متناسب. مثل غذا خوردن برای رفع گرسنگی. ولی وقتی از طریق نظریات دیگری در ارتباط با مسئله هستید، به چه طریق می تا آن را رفع کنید؟ به وسیله یک نظریه وقتی مسئله مبتنی بر یک نظریه است پاسخ آن نیز در نظریه دیگری جستجو می شود شاید مولوی نیز در این پیام که می گوید آب کمجو تشنگی آور به دست همین معنا را در نظر دارد شما وقتی واقعا تشنه آب را جستجو می کنید ولی وقتی تشنه نیستید و تشنگی را حس نمی کنید، آنچه را به نام آب جستجو می کنید، یک سراب است، یک نظریه است، و در مصرع دوم که می گوید، تا به جوشد آبت از بالا و پست، منظورش این است که وقتی واقعا تشنه بودی، آب برایت فراهم است. پایان پاورقی و این کاری است که ما می خواهیم انجام بدهیم. شناخت مستقیم خیشتن خود گفته شده است که خودشناسی بالاترین کیفیت فرزانگی است ولی معدودی از ما هستند که واقعا خود را بشناسند ما حوصله پرداختن به خودشناسی را نداریم شور و شوق این کار را نداریم ما انرژی کافی برای خودشناسی داریم ولی وضعمان چنان است که انگار آن را در اختیار دیگری گذاشته ایم تا او به ما بگوید چه هستیم. ما می خواهیم کارمان را از مشاهده خود شروع کنیم. هنگامی که از طریق مشاهده واقعیت آنچه هستیم یک تحول بنیادی در ساختمان روانی ما حادث بشود می توانیم در دنیا نیز صلح و صفا ایجاد کنیم. در صورت حدوث آن تحول ما آزاد خواهیم زیست البته آزاد نه به معنای اینکه هر کاری دلمان خواست انجام دهیم بلکه یک زیستن شادمانه و پر از شور و نشاط قلبی که سرشار از شور و شوق و نشاط است جایی برای نفرت نخواهد داشت خشونت نخواهد داشت زندگی دیگری را تباه نخواهد کرد. آزادی یعنی اینکه شما هیچ چیز قابل نکوهش در خود نمی بینید. پاورقی درک بعضی از اشارات کریشنامورتی مشکل است و این به دلیل نگاه سنتی و از روی عادت ما به موضوعات و مسائل است. مثلا ما تصوری از آزادی داریم که اجازه نمی دهد درک کنیم که بین آزادی و ملامت ارتباط وجود دارد. ولی واقعا چنین ارتباطی وجود دارد. انسانی که مدام خود را ملامت می کند، چگونه می تواند یک انسان آزاد باشد؟ از درون آزاد باشد؟ پایان پاورقی اکثر ما عادت به ملامت خود یا توجیه و تعویل مسائل را داریم. هرگز بدون ملامت یا توجیه واقعیت آنچه را که هستیم نمی بینیم. پس اولین و شاید آخرین کاری که باید بکنیم نگاه بدون هرگونه ملامت است و البته این کاری است بسیار مشکل زیرا فرهنگ و سنت جوامع مبتنی بر مقایسه توجیه یا نکوهش و ملامت چیزی است که انسان هست ما عادت کرده ایم که بگوییم این صحیح است، آن اشتباه، این زشت است، آن زیبا و این مانع می گردد که ما واقعیت آنچرا که هست مشاهده کنیم. خواهش می کنم به این مطلب توجه کنید. آنچه شما هستید یک پدیده زنده است و وقتی چیز قابل نکوهشی در خود می بینید یعنی در یک پدیده زنده چیزی که مرده و گذشته است را نکوهش کرده اید در این صورت بین یک پدیده زنده و یک خاطره مرده و گذشته تضاد وجود دارد برای درک و شناخت آنچه زنده است گذشته مرده نباید دخالت داشته باشد تنها در این صورت است که مشاهده به معنای واقعی وجود دارد امیدوارم این کار را همکنون که مشغول بحث هستیم تجربه کنید. این چیزی نیست که آن را به بعد ماکول نمایید. چیزی نیست که وقتی به خانه برگشتید دربارش فکر کنید. زیرا به محض این که درباره آن فکر کنید از مشاهده بازمانده اید. این گرد همایی ها با هدف گروه درمانی یا اعتراف دست جمعی به خطاها که کاری است ابس نیست کاری که ما مشغول آن هستیم سیر در اعماق وجود خیش است همانند کار یک محقق آزمایشگاهی بدون وابستگی به احدی شما وقتی به دیگری امید میبندید از خودتان سلب امید کرده اید و در آن صورت کارتان تمام است حتی وقتی میخواهید بر اساس خاطرات یا تجربه های گذشته خودتان خیشتن خود را بشناسید، کارتان عوض خواهد بود. زیرا تجربه و خاطره ریشه در گذشته مرده دارد. وقتی شما با عینک گذشته به وضع موجود خود نگاه می کنید، هرگز وضع موجود خود را که یک جریان زنده و پویا است، نخواهید شناخت. پس ما با همدیگر مشغول بررسی یک پدیده زنده ایم. پدیده ای که خود تو است. زندگی است یا هر چیز دیگر. مثلا خشونت حاکم بر جهان یک پدیده واقعی است و ما می خواهیم به مشاهده و بررسی آن بپردازیم. البته به مشاهده خشونتی که درون خودمان نهفته است، و سپس به مشاهده خشونت های برونی بپردازیم. البته وقتی ما موفق به شناخت خشونت درونی خیش گشتیم، شاید ضرورتی برای شناخت خشونت های برونی باقی نماند. زیرا آنچه در برون است، بازتاب کیفیت های درونی خود ماست. ما به طور طبیعی از طریق وراست، یا جریانی که به اصطلاح تکامل نامیده می شود اسیر خشونت گشته ایم. این یک واقعیت است که ما انسانهایی پر از خشم هستیم. هزار جور تعبیر و تفسیر هم درباره آن آمده است. ولی ما خود را درگیر توضیحات و توصیفات نظری نمی کنیم. زیرا فلان دانشمند می گوید علت آن یک چیز است، و فلان دانشمند میگوید علت آن چیز دیگری است و نتیجتا ما در نظریات آنها پیچانده و سردرگم میشویم ما هرچه نظریات و توصیف و توضیحات بیشتری را انباشته کنیم فکر می کنیم بیشتر موضوع را فهمیده ایم در حالی که واقعیت مسئله هنوز باقی است پس خواهش می کنم همیشه به خاطر داشته باشید که توصیف یک موضوع غیر از واقعیت آن موضوع است. انواع تعبیرها و توضیحات درباره علت نابسامانی اوضاع جهان وجود دارد که همه کاملا ساده و واضحند. جمعیت بیش از حد شهرها، ازدیاد نفوس به طور کلی، وراست و غیره. ولی ما می توانیم همه این نظریات را کنار بگذاریم و مستقیما مسئله را نگاه کنیم. پاورقی منظور او این نیست که آن نظریات اشتباهند. می گوید به هر حال خود ما باید مستقیما مسئله را بشناسیم. پایان پاورقی وقتی نظریات را کنار بگذاریم، این واقعیت باقی می ماند که ما انسانهایی پر از خشمیم. از کودکی اینطور بار آمده ایم. نسبت به یکدیگر احساس رقابت داریم. نسبت به یکدیگر قصیل القلب و بیرحمیم. و هرگز با واقعیت این مسائل رو در رو نمانده ایم. به جای نگاه کردن به واقعیت خشونت، همیشه گفته ایم باید با خشم چه کار کنیم. خواهش می کنم با شوق، علاقه و توجه به این مطلب گوش کنید. بعد از طرح این سوال که درباره خشونت چه باید کرد؟ پاسخی که به آن خواهید داد بر اساس گذشته است و ریشه در گذشته دارد. زیرا گذشته تنها چیزی است که شما می شناسید. تمام هستی و زندگی شما ریشه در گذشته دارد و مبتنی بر گذشته است. اگر خیلی دقیق به خودتان نگاه کنید، می بینید که با چه وسعتی در گذشته زندگی می کنید. چنان که به زودی توضیح خواهیم داد، تمام اندیشه های شما پاسخ گذشته است. پاسخ حافظه دانش و تجربه است. در این صورت اندیشه هرگز نو نیست، هرگز آزاد نیست و به وسیله اندیشه که جریانی است مربوط به گذشته شما به زندگی نگاه می کنید. بنابراین وقتی از خود می پرسید من باید با مسئله خشونت چه کنم؟ در نفس همین سوال فرار از مواجه شدن با واقعیت نهفته است. پاورقی زیرا سوال یک جریان فکری است و فکر ریشه در گذشته دارد حال آنکه مسئله واقعیتی است که همکنون موجود است پایان پاورقی پس آیا می توانیم واقعیت خشونت را نگاه کنیم و آن را بشناسیم اکنون می پرسیم چگونه آن را نگاه می کنید آیا آن را محکوم می کنید آن را توجیه می کنید اگر این کارها را نمی کنید چگونه آن را نگاه می کنید؟ خواهش می کنم نگاه کردن را همکنون که درباره آن صحبت می کنیم تجربه کنید. این موضوع فوق مهمی است. آیا به این پدیده ای که عبارت از خود شماست؟ خود شما به عنوان انسانی پر از خشم آنگونه نگاه می کنید که گویی عاملی از بیرون به درون شما نگاه می کند یا بدون این عامل برونی و بدون یک سانسور کننده آن را مشاهده می کنید وقتی نگاه می کنید آیا به عنوان مشاهده کننده ای نگاه می کنید که متفاوت با چیزی است که به آن نگاه می کنید آنگونه که انگار می گویید من در خشم نیستم ولی میخواهم از خشم فارغ گردم. پاورقی منظورش این است که ما آن گونه با حالات روانی خود رابطه برقرار می کنیم که انگار خشم در یک نفر است و کسی که میخواهد آن را از بین ببرد یک نفر دیگر و متفاوت با کسی است که در خشم به سر میبرد. برد. حالان که خشم متفاوت با کسی نیست که دارد میکوشد تا آن را از بین ببرد. پایان پاورقی هنگامی که شما موضوع را اینگونه نگاه می کنید، فرض را بر این قرار داده اید که یکی از جز ها در شما اهمیتی بیش از اجزای دیگر دارد. آن یک جز کیفیت اتوریته و سلطگر را نسبت به اجزای دیگر پیدا کرده و نتیجه آن تزاده است. ولی اگر شما بتوانید بدون دخالت جز ها نگاه کنید، تمامیت موضوع را نگاه می کنید، بدون مشاهده کننده که همیشه یک جز است. آیا این موضوعات را همکنون در خود تجربه می کنید؟ خواهش می کنم این کار را بکنید. زیرا در آن صورت خواهید دید که تغییر فوق العاده ای در شما حادث شده است. خواهید دید که هیچ گونه تضادی باقی نمانده است. تضاد چیزی است که همکنون ما در آن هستیم. چیزی است که با آن زندگی می کنیم. در خانه، در اداره، هنگام خواب و در تمام اوقات ما اسیر تضادیم. وجودمان صحنه تضاد و تناقض بیوقفه است. پس تا زمانی که خود شما مستقیما، نه بر اساس نظریات من یا دیگری ریشه این تزاد و تناقض را نشناخته اید، نمی توانید یک زندگی آرام، سلحامیز، خوشبخت و شادمانه داشته باشید. بنابراین بسیار لازم است که خود شما علل تزاد، عللی که منجر به تناقض می گردد و ریشه های آن را بشناسید. ریشه تزاد، در جدایی بین مشاهده کننده و چیزی است که مشاهده می شود. مشاهده کننده می گوید من باید فارغ از خشونت کردم. یا می گوید چرا زندگی من در عدم خشونت نمی گذرد؟ که تنها یک وانمود و ریای اخلاقی است. پس یافتن علل این جدایی، جدایی مشاهده کننده و مشاهده شونده، نهایت ضرورت و اهمیت را دارد شما به سخنان کسی گوش می کنید که فاقد هر گونه سلطه و اتوریته است معلم نیست مرشد نیست در اینجا نه کسی مرشد است و نه کسی مرید و سرسپرده همه ما انسانهایی هستیم که می تا یک زندگی آری از تضاد را کشف و تجربه کنیم می خواهیم در فراغت و صلح زندگی کنیم. می زندگیمان سرشار از عشق باشد. ولی اگر شما در این طریق سرسپرده و پیرو به دیگری بشوید، هم به خودتان ستم کرده اید و هم به آن شخص. هم زندگی خودتان را به تباهی و بیهودگی کشانده اید و هم زندگی او را. داخل پرانتز کف زدن و هلهله هزار خواهش می کنم کف نزنید. من طالب تحسین و تمجید شما نیستم. آنچه مهم است این است که من و شما کیفیتی دیگر از دیستن را بشناسیم و در آن کیفیت زندگی کنیم. نه در کیفیت نابخردانه و توهی از معنایی که اکنون به سر می بریم. هل و کف زدن موافقت یا عدم موافقت شما هیچ تغییری در واقعیت قضایا ایجاد نمی کند. بسیار مهم است و لازم که همه ما مستقیما و از طریق مشاهده این حقیقت را درک کنیم که تا وقتی بین مشاهده کننده و مشاهده شونده جدایی و دوگانگی وجود دارد وجود همیشگی تضاد نیز یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است آیا این موضوع روشن است روشنایی یعنی اینکه خود شما مستقیما موضوع را درک کنید و ببینید منظور فقط روشنی الفاظ نیست شنیدن یک مقدار کلمات و نظریات نیست روشنایی یعنی اینکه خود شما همه چیز را خیلی روشن ببینید و نتیجتا بدون هیچ گونه رد و قبول و انتخاب این حقیقت را دریابید که چگونه جدایی بین مشاهده کننده و مشاهده شونده منجر به انواع ناهنجاری ها، شرارت ها، تباهی ها، آشفتگی ها و رنج ها می گردد. پس هنگامی که شما در خشونت به سر میبرید، آیا می توانید بدون دخالت خاطره، بدون توجیه، بدون اینکه بگویید نباید در خشونت به سربرم فقط آن را نگاه کنید برای چنین نگاهی شما باید از گذشته آزاد شده باشید نگاه کردن مستلزم انرژی سرشار و جدیتی بسیار عمیق و نیرومند است ولی وقتی شروع کنید به نکوهش یا توجی وقتی بگویید من باید یا من نباید یا وقتی بگویید من در عدم خشونت زندگی می کنم یا وانمود کنید که در عدم خشونت زندگی می کنید آن انرژی سرشار را هدر داده و تلف کرده اید. به این جهت است که تمام ایدئولوژی ها بسیار مخرب و گمراه کننده در هندوستان از قدیم ترین ایام صحبت از عدم خشونت کردند. گفتند ما داریم تمرین عدم خشونت می کنیم. در حالی که آنها نیز مانند دیگران در خشونت زندگی می کنند. ایدال ها وسیله ریاکارانه ای هستند برای فرار از مواجه شدن با واقعیت ها. ولی اگر شما بتوانید ایدعال را کنار بگذارید و فقط با واقعیت رو در رو بمانید، سر و کار شما با یک چیز واقعی است، نه با یک چیز موهوم نظری و تئوریک. پس اولین کار این است که بدون مشاهده کننده به مشاهده بپردازیم. به, به, همسر، به فرزند و به هر چیز آن گونه که هست و بدون دخالت هر گونه تصویر فقط نگاه کنیم. تصویر ممکن است سطحی باشد یا در اعماق زمیر ناآگاه پنهان باشد. ما باید نه تنها تصاویر سطحی و آشکار را مشاهده کنیم بلکه باید تصاویری را هم که در وجودمان ریشه های پنهان عمیق و مزمن دارد نیز ببینیم تصاویر مبتنی بر فرهنگ تصاویری که ریشه های نجادی دارند تصاویری که ریشه تاریخی دارند و زمینه کلی شخصیت انسان را می سازند پاورقی منظور از تصاویر سطحی و آشکار این است که مثلا من خودم را آدمی متواضع یا سخاوتمند میدانم و تصاویر عمیق و پنهانی که ریشه در نژاد فرهنگ و تاریخ دارند این است که مثلا من خودم را ایرانی یا عرب میدانم با نتایج نامشهود و نامحسوسان پایان پاورقی ما نه تنها باید بخش مشعر ذهن بلکه قسمت های و چیزهای نهفته در تمام زوایای آن را مورد مشاهده و بینش قرار دهیم. نمیدانم آیا تا کنون به مشاهده آنچه در سطوح به اصطلاح ناآگاه ذهن جریان دارد پرداخته اید؟ آیا اصولاً به چنین موضوعاتی توجه و علاقه دارید؟ میدانید مشاهده جریانات ناآگاه چقدر مشکل است؟ بازگو کردن نظریات دیگران در این زمینه کار بسیار ساده است. تکرار آنچه روانشناسان میگویند یا فلان استاد میگوید کار ساده و در عین حال کودکانه است. ولی اگر درباره این گونه موضوعات کتاب و نظریه ای نخوانده باشید و بخواهید خودتان مستقیما موضوع را نگاه کنید میبینید کار فوق العاده دشواری است یاد گرفتن اینکه چگونه باید به بخش غیر مشعل ذهن نگاه کرد مراقبه یا مدیتیشن است نه تعبیر رؤیا یا حتی شهود و اشراق زیرا آنچه را شما شهود و اشراق فرض کرده اید ممکن است تجلی و باستاب تمایلات، آرزوها و امیدهای پنهان خودتان باشد. پس باید بیاموزید که چگونه به مشاهده واقعی نه تنها تصاویر سطحی و بارز در شکل سمبولها و غیره بپردازید بلکه تصاویر عمیقتر را نیز در خود مشاهده کنید. ما نه تنها باید نسبت به چیزهای برونی بلکه نسبت به حرکت پویای زندگی درونی خیش نیز آگاه باشیم. حرکتهای درونی در شکل تمایلات، حوثها، محرکها، استرابها، ترسها، رنجها و اندوهها. آگاه بودن نسبت به همه این چیزها بدون هر گونه رد یا قبول، باید آنگونه باشد که شما رنگ لباس شخصی را فقط می بینید بی آنکه بگویید من این رنگ را دوست دارم یا دوست ندارم وقتی در اتوبوس نشسته اید به جریانات فکری خود توجه کنید بی آنکه آنها را نکوهش یا توجیه کنید بی آنکه درباره آنها چون و چرا کنید و بگویید این فکر خوب است و آن فکر خوب نیست. این یعنی آگاه بودن بدون انتخاب یعنی آگاهی نسبت به آن چه هست. هرگاه به این طریق نگاه کنید می بینید مشاهده کننده ای وجود ندارد. مشاهده کننده یعنی سانسور کننده یعنی پدیده ای که میگوید من آمریکاییم، من کاتولیک یا پروتستانم. و این پدیده یعنی مشاهده کننده حاصل تبلیغات است حاصل گذشته است و هنگامی که گذشته عامل نگاه است جدایی و نکوهش یا توجی امری است اجتناب ناپذیر یکی از چیزهایی که ما باید ذهن خود را از آن آزاد گردانیم اندیشه اگر است کسی که واقعا گرسنه است کسی که واقعا اسیر رنج و اندوه هست هرگز نمیگوید اگر این کار را بکنم آیا فلان چیز را حاصل خواهم کرد؟ چنین انسانی یعنی انسان گرسنه یعنی انسان اسیر رنج واقعا میخواهد فارغ از رنج و اندوه باشد. کسی که گرسنه است واقعا میخواهد که شکم خود را سیر کند. او درباره فرضیه و تئوری صحبت نمی کند. در آینده زندگی مکنید. آینده انعکاس همکنون است. کسی که می گوید من در حال زندگی می کنم در گذشته زندگی می کند. گذشته است که زندگی حال او را شکل و جهت می دهد. خاطرات گذشته است که او را وامی دارد تا چنین یا چنان رفتاری داشته باشد. پاورقی میگوید وقتی شما مشعر باشید که در حال زندگی می کنید، آن زندگی دیگر در حال نیست، زیرا اشعار همیشه ریشه در گذشته دارد. پایان پاورقی پس زیستن به معنای واقعی یعنی آزاد بودن از زمان حال، حالان که کلمه ی اگر زمان را ایجاد می کند. و زمان بزرگترین علت رنج و اندوه آدمی است سوال کننده چگونه ممکن است در رابطه با یکدیگر خودمان باشیم مورتی به این گوش کنید خودمان باشیم ممکن است بپرسم منظورتان از وقتی میگویید رابطه خودمان با دیگری منظورتان از خود چیست خشم شما، شکست ها و هرمان های شما، ناامیدی های شما، امیدهای های شما، وجود توهی از عشق شما، آیا اینها چیزی نیست که شما هستید؟ نه آقا نگویید چگونه در رابطه با دیگری می توانم خودم باشم. شما خود را نمی شناسید. خود شما یعنی همه آن چیزها. خود دیگری هم یعنی همه ی آن چیزها یعنی بدبختیهایش، تمایلاتش، هرمان هایش، جاه ها و رشک ورزی هر یک از ما به وسیله ذهنیات خیش خود را از دیگری جدا کرده ایم و در انزوای درون خیش زندگی می کنیم. تنها زمانی شما می توانید با دیگری شادمانه زندگی کنید که تمام حسارها و مرزهای جدا کننده ای که بین خود و دیگری ایجاد کرده اید از میان برخیزد. سوال کننده وقتی شما معتقد به جدایی نیستید چرا زمین آگاه و ناآگاه را از یکدیگر جدا می کنید؟ مارتی، این کاری است که شما می کنید من نمی کنم. داخل پرانتز خنده هزار بسته در چند دهه گذشته به شما گفتند که انسان دارای زمیر ناآگاه است و چه کتاب در این باب نوشتند و روانکاوان با همین حرف به چه نوایی رسیدند آب همیشه آب می ماند. خواه آن را در یک تنگ زرین بریزید یا در یک کوزه سفالین محتویات ظرف ذهن را تقسیم نکنید بلکه آن را به صورت یک پدیده کلی نگاه کنید مسئله ما این است مشاهده تمامیت خود اشعاری. نه جزئی از آن به عنوان زمیر آگاه و جزئی دیگر به عنوان زمیر ناآگاه دیدن تمامیت کار بسیار مشکلی است ولی مشاهده یک جز کار نسبتا ساده است. مشاهده ی هر چیز در کلیت آن زمانی ممکن است که نگاه شما از یک هستی سالم، خردمندانه و آزاد از مرکزی باشد که آن را خود من یا ما می آنچه می گوییم با هدف مجادله و بحث و سخنرانی نیست که شما از روی تفنن و بدون تعمل آن را بشنوید و بروید. با گوش کردن این مطالب در حقیقت شما به باطن خود و به فعل و انفعالات درونی خودتان گوش می کنید. اگر شما هنر گوش کردن داشته باشید، نمی توانید با آنچه گفته می شود موافقت یا مخالفت کنید. زیرا واقعیت آنجاست. درون خودتان، پاورقی هنگامی که شخص در ارتباط با واقعیت است موافقت یا مخالفت را جایی نیست زیرا انسان واقعیت را می‌بیند در ارتباط مستقیم با آن است موافقت یا مخالفت در جایی وجود دارد که سر و کار انسان با نظریه است پایان پاورقی کار ما مشارکت است همکاری است همدلی و در رابطه بودن با یکدیگر است در کار ما آزادی وجود دارد مهر و شفقت وجود دارد شور و شوق بررسی وجود دارد و این هاست ها که سرانجام منجر به شناخت می گردد. سانتا مونیکا کالیفرنیا اول مارس 1970 تا زمانی که ذهن به طور کامل آزاد از ترس نگشته است هر نوع عمل منجر به فتنه و شرارت بیشتر بدبختی بیشتر و آشفتگی و تیرگی بیشتر خواهد شد گفتیم ایجاد یک تحول بنیانی در ساختمان روانی انسان نهایت اهمیت و ضرورت را دارد و چنین تحولی تنها از طریق آزادی کامل می تواند تحقق یابد. پاورقی توجه داشته باشیم که منظور از آزادی کامل رهایی از تصاویر تشکیل دهنده خود است. پایان پاورقی کلمه آزادی کلمه است بسیار گمراه کننده و خطرناک. مگر اینکه مفهوم و نتایج نهفته در آن به گونه واقعی نه آن گونه که در کتاب لغت تعریف شده است کاملا درک و روشن گردد اغلب ما این کلمه را بر اساس تمایلات هوا و هوس یا عقاید سیاسی خاص خود تعبیر می کنی. در این بحث ها ما نه توجه به معنای سیاسی آن داریم و نه به معنایی که در شرایط و وضعیتهای خاص و شخصی از آن می شود بلکه نظر به بعد روانی و درونی آن داریم به عبارت دیگر می خواهیم ببینیم آزادی روانی چگونه کیفیتی است ولی قبل از آن باید مفهوم کلمه یادگیری را درک کنیم همانطور که قبلا گفتیم ما میخواهیم در ارتباط با یکدیگر باشیم ارتباط به معنای شرکت، همدلی و سهیم بودن و بهره داشتن در بحث و یادگیری اینها جزئی ای از چنان ارتباطی است شما از گوینده این سخنان چیزی نخواهید آموخت حرفهای او را در حکم آینه بگیرید و از طریق آن به مشاهده فعل و انفعالات فکری خودتان احساسات و ساختمان روانی خودتان بپردازید. به این طریق عمل واقعی یادگیری صورت گرفته است. در چنین رابطه ای کسی اوتوریته و مافاق دیگری نیست. اینکه من به دلیل راحتی روی سکو نشستم و شما پایین بدان معنا نیست که من متمایزم و میخواهم نقش یک اتوریته را داشته باشم پس ما میتوانیم این گونه بازی ها را کنار بگذاریم و چگونگی یادگیری را مورد توجه و علاقه خیش قرار بدهیم یادگیری نه از دیگری بلکه از طریق مشاهده خیشتن خود معخذ یادگیری شما در حقیقت خودتان هستید یادگیری مستلزم آزادی است مستلزم فروتنی است مستلزم شور و شوق وافر است مستلزم عدم وابستگی به دیگری و نگاه مستقیم و بدون واسطه است اگر شوق و انرژی مکاشفه در شما نباشد چیزی نخواهید آموخت اگر اسیر پیش داوری باشید، اگر نسبت به موضوع تعصب داشته باشید و بگویید نسبت به آن رقبت یا بیرقبتی دارم یا اگر آن را نکوهش و ترد کنید، امکان یادگیری وجود ندارد. زیرا موضوع مورد مشاهده را تحریف کرده اید. کلمه دیگری که مفهوم آن باید برایمان روشن بشود دیسیپلین است. این کلمه علاوه بر انضباط دادن یا تعدیب معنای یاد گرفتن چیزی از دیگری را هم می دهد. وقتی شما چیزی را نمی دانید، آن را از کسی که می داند می این هم شکلی از دیسیپلین است. ولی در این بحث ها ما آن را به معنای یاد گرفتن از دیگری به کار نمی بریم، بلکه مرادمان از آن خیشتن نگری است. خیشتن نگری مستلزم دیسیپلین و انضباط است. انضباط نه به معنای سرکوبی، تقلید، انتباق خیش با یک الگو یا حتی تعدیل و اصلاح. دیسیپلین به مفهوم مورد نظر ما یعنی مشاهده آنچه هست. نفس مشاهده یک عمل منضبط است. و یادگیری تنها از طریق چنین مشاهده ای امکان پذیر است و نفس عمل یادگیری خود عین انزواط است زیرا در یادگیری از طریق مشاهده تمام توجه، انرژی، شوق و جدیت شما در کار است و نیز عمل مستقیم و بیواسطه است. موضوع دیگری که باید با آن بپردازیم مسئله ترس است و برای درک مسئله ترس پرداختن به خیلی از موضوعات دیگر نیز لازم است زیرا ترس یک مسئله پیچیده و مرتبط با مسائل دیگر است تا زمانی که ذهن به طور کامل فارغ از ترس نگشته است هر نوع عمل منجر به فتنه و شرارت بیشتر، بدبختی بیشتر و آشفتگی و تیرگی بیشتر خواهد شد. پس می با یکدیگر به بررسی ترس و نتایج حاصل از آن بپردازیم. می ببینیم آیا می توانیم خود را به کلی فارغ از ترس نماییم؟ نه فردا، نه در یک آینده نامعلوم، بلکه همکنون آیا می توانیم با مسئله ترس به گونه ای برخورد کنیم که وقتی این سالن را ترک می کنیم اثری از آن باقی نمانده باشد؟ اثری از بار سنگین آن، تیرگی آن، بدبختی آن و زیانهای آن باقی نمانده باشد؟ برای درک این موضوع، موضوع یک باره و همکنون رها شدن از ترس، باید به بررسی تصور تدریج به تدریج رها شدن از ترس بپردازیم. چیزی به نام رهایی تدریجی از ترس وجود ندارد. یا شما به طور کامل از آن رها شده اید یا اصلا رها نشده اید. تدریج که در آن زمان نیز مزمر است معنا ندارد. چنانکه به زودی نشان خواهیم داد زمان به معنای روانی آن نه به معنای واقعی و نجومی آن زهدان ترس است ریشه ترس در زمان است پس برای شناخت ترس و رهایی از آن و به طور کلی برای رهایی از قالب شرطی که با آن بزرگ شده ایم تصور و اندیشه تدریج عاقبت یک روز رها خواهیم شد و نظیر آن باید به کلی از نگرش ما هست بشود و این اولین مشکل ما خواهد بود انسان همیشه در ترس دیسته است آن را به عنوان بخشی از زندگی خود پذیرفته است و اکنون ما می خواهیم به بررسی امکان یا بهتر است بگوییم به عدم امکان رهایی از آن بپردازیم. میدانید؟ ما با مسئله فوقلاد معزلی مواجهیم به نام ترس و ظاهرا انسان هرگز نتوانسته است به کلی از آن رها شود. انسان هرگز نتوانسته است از ترس نه فقط ترسهای روانی بلکه ترسهای واقعی و فیزیولوژیکی رها به شود. همیشه از طریق انواع مشغولیت ها و سرگرمیها، از آن فرار کرده است و این فرارها با هدف اجتناب از مواجه شدن با آنچه هست بوده پس موضوع مورد توجه ما عدم امکان رهایی از ترس است تنها به این طریق و در این نوع نگرش و برخورد است که آنچه ناممکن است ممکن خواهد شد ترس واقعاً چه پدیده است؟ شناخت ترسهای فیزیکی کار نسبتاً ساده است ولی ترسهای روانی بسیار پیچیده تر و قامستر از ترسهای فیزیکی است و برای شناخت آن شخص باید هنگام بررسی فارغ از هر گونه نظریه و ایده مربوط به آن باشد نباید خود را درگیر یک مقدار جدل لفظی و نظری درباره امکان رهایی از آن نماید. بگذارید ابتدا به بررسی ترس های فیزیکی بپردازیم. طبیعی است که این گونه ترس ها بر ترس های روانی نیز تأثیر میگذارند. شما وقتی با هر نوع خطر مواجه میشوید، بلادرنگ یک واکنش فیزیکی نشان می دهید. آیا این واکنش ترس است؟ بار دیگر یادآوری کنم که شما از من چیزی یاد نمی گیرید. ما با هم در حال یادگیری هستیم. بنابراین شما باید کاملا در کیفیت توجه باشید. این کار خردمندانه ای نیست که ما در گرد همایی هایی از این نوع شرکت کنیم و بعد با یک مشت ایده، نظریه و فرمول انباشته در ذهن آن را ترک کنیم. ایده و فرمول ذهن را فارغ از ترس نمی کند. آنچه منجر به رهایی کامل از آن می گردد، درک و شناخت کلیت و جامعیت آن در همین لحظه است. همکنون است، نه فردا. شما هر چیز را وقتی به طور کامل نگاه کنید واقعیت آن را شناخته اید و این گونه نگاه کردن کار خود شماست نه دیگری پرانتز بسته پس ترس فیزیکی وجود دارد مثل ترس ناشی از مواجه شدن با پرتگاه یا یک حیوان درنده آیا واکنش ارگانیسم نسبت به این گونه خطرات یک ترس فیزیکی است یا واکنشی است از روی هوشیاری، بصیرت و خرد. شما با یک مار مواجه می شوید و بلادرنگ واکنش نشان می دهید. این واکنش تحت تأثیر دانش است که از گذشته در ذهن شما ثبت است. دانشی که در شما یک کیفیت شرطی ایجاد کرده است. دانسته های شما تشکیل قالب شرطی شما را می دهد. اکنون آن قالب شرطی می گوید مواظب باش و واکنش روانی فیزیکی شما آنی است. پس واکنش شما نتیجه گذشته است. زیرا قبلا به شما گفتند مار حیوان خطرناکی است. ولی آیا واکنش در مقابل خطرات فیزیکی را می توان ترس نامید؟ یا آن واکنش فعل و انفعالی است هوشیارانه و خردمندانه که ضرورت سیانت نفس آن را اقتضا می کند و اما ترس دیگری نیز وجود دارد شما قبلا یک رنج یا یک بیماری را تجربه کرده اید و حالا می ترسید که دوباره برگردد در این مورد چه فعل و انفعالی صورت گرفته است؟ آیا این هم نوعی خرد و بصیرت است؟ یا آن فعل و انفعال یک عمل فکری است که واکنش خاطر است؟ ترس ناشی از فکر برگشت رنج و بیماری است که قبلا وجود داشته؟ آیا در این مثال موضوع روشن است؟ این موضوع که در این مورد ترس یک محصول فکری است. سوای این گونه ترسها، ترسهای مختلف روانی نیز وجود دارد. ترس از مرگ، ترس از اجتماع، ترس از محترم و قابل توجه نبودن، ترس از حرف مردم، ترس از تاریکی و غیره. قبل از اینکه وارد بحث ترسهای روانی بشویم، یک موضوع باید کاملا برایمان روشن بشود. آن موضوع این است که کار ما تجزیه و تحلیل نیست. تجزیه و تحلیل به مفهومی که در روانکاوی و روانشناسی مطرح است، تجزیه و تحلیل هیچ گونه ارتباطی با مشاهده و دیدن ندارد. در تجزیه و تحلیل همیشه یک تجزیه و تحلیل کننده وجود دارد. و یک چیز که موضوع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تجزیه و تحلیل کننده خود جزئی از اجزای دیگری است که مجموعاً ساختمان روانی ما را تشکیل داده اند. یک جز نقش اتوریته تجزیه و تحلیلگر را به خود می گیرد و شروع به تجزیه و تحلیل می کند. ولی در کار آن جز چه نتایجی مزمر است؟ واقعیت این است که تجزیهگر نقش یک سانسور کننده را بر عهده گرفته. خود را واجد دانشهایی فرض کرده که به عنوان اتوریته صلاحیت تجزیه را دارد. ولی تا زمانی که تجزیه و تحلیل کامل و روشن نیست، تا وقتی که مبتنی بر واقعیت نیست، و تحریف شده است فاقد هرگونه گونه فایدت و ارزش است خواهش می کنم حقیقت این موضوع را خیلی روشن درک کنید زیرا من در هیچ زمان و هیچ شرایطی به تجزیه و تحلیل عقیده ندارم و آن را تجویز نمی کنم پاورقی کریشنامورتی اصلاً یا نمیدانم شاید به ندرت کلمه من را در مورد خودش به کار برده. معمولا میگوید گوینده این سخنان ما فضولتا کلمه من را برای او به کار میبریم. پایان پاورقی و این حقیقت تلخی است. زیرا بسیاری از شماها قبلا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اید یا بعدا قرار خواهید گرفت یا آن را مطالعه کرده اید و برایتان جذابیت پیدا کرده. تجزیه و تحلیل نه تنها مستلزم یک تجزیه و تحلیل کننده جدا از موضوع مورد تجزیه و تحلیل است بلکه در آن زمان نیز مطرح و مستطر است. شما باید به تدریج و کم کم تمام اجزایی را تجزیه و تحلیل کنید که ظاهرا تشکیل هستی روانی شما را می دهد و این کار سالها طول می کشد. گذشته از این، هنگام تجزیه و تحلیل ذهن باید کاملا روشن و آزاد باشد. ولی آیا هست؟ پس در جریان تجزیه و تحلیل چند چیز نهفته است یک تجزیهگر و در واقع یک جز که خود را از بقیه اجزا جدا کرده و میگوید من میخواهم تجزیه و تحلیل کنم و نیز مسئله زمان وجود دارد همان جزء تجزیهگر روزها و روزها خود را درگیر به انتقاد ملامت و محکوم کردن قضاوت ارزش گذاری و به حافظ سپردن می کند. و نیز مسئله نمایشی و قیل و قالی تعبیر رویا به عنوان شکلی از تجزیه و تحلیل مطرح است. انسانها از خودشان نمی پرسند که آیا اصلا خواب دیدن ضرورت دارد یا نه؟ همه روانشناس ها می گویند خواب دیدن لازم است. در غیر این صورت، انسان دیوانه خواهد شد. حال میپرسیم تجزیه گر کیست؟ بخشی از خود تو است. جزئی از ذهن خود تو است که میخواهد اجزای دیگر را بررسی و تجزیه و تحلیل کند و آن جزء محصول تجربیات، دانشها و ارزشگذاری های گذشته است. مرکزی است که تجزیه و تحلیل از آن نشأت میگیرد. ولی آیا آن مرکز هیچ واقعیت و اعتبار حقیقی دارد؟ همه ما از موضع یک مرکز عمل می کنیم و آن مرکز چیست؟ آن مرکز یک مرکز ترس است. مرکز استراب، آزمندی، لذت جویی، ناامیدی، امید، وابستگی، جاه طلبی، مقایسه و نظیر این هاست. مرکزی است که ما از موضع و متن آن می اندیشیم و عمل می کنیم. این چیزها یک فرضیه و تئوری نیست، بلکه واقعیتی است که آن را می توانیم در زندگی روزانه خود مشاهده کنیم. در آن مرکز انواع جزها نهفته است. و یکی از آنها به صورت تجزیهگر در می آید و این کاری است ابس زیرا تجزیهگر همان چیزی است که مورد تجزیه قرار می گیرد شما باید همه اینها را درک کنید در غیر این صورت بحث از ترس که با این موضوعات ارتباط دارد برایتان چندان مفهوم نخواهد بود شما باید مسئله ترس را چنان به طور کامل و بگونه ای بشناسید و درک کنید که وقتی این سالن را ترک می کنید به کلی فارغ از آن شده باشید و نتیجتا دنیا را با چشم دیگری ببینید. روابط شما آزاد از بار سنگین ترس شده باشد. آزاد از رشک ورزی و ناامیدی شده باشد به طور کلی همین امروز می توانید انسان به مفهوم واقعی آن باشید نه موجوداتی پر از خشم و مخرب پس تجزیهگر همان تجزیه شونده است و جدایی و دوگانگی آنها منجر به تضاد می گردد مسئله دیگر این است که تجزیه و تحلیل مستلزم زمان است و شما تا آمده اید همه چیز را تجزیه و تحلیل کنید پایتان به لب گور رسیده است بی آنکه واقعا زندگی کرده باشید داخل پرانتز خنده مستمعین پرانتز بسته نخندید مطلبی که گفتم کاملا جدی است اندیشه تجزیه و تحلیل را باید به کلی از ذهن خارج کنیم زیرا کاری است بی‌معنا و ابس و خود شما باید حقیقت این موضوع را ببینید نه اینکه به گفته من اکتفا کنید دیدن مستقیم حقیقت است که منجر به شناخت می گردد. یا بهتر است بگوییم حقیقت عین شناخت است وقتی خود شما مستقیما باطل بودن تجزیه و تحلیل را دیدید آن را به کلی کنار می‌گذارید ذهن ما تا موقعی تیره و سردرگم است که غذایا را نگاه نمی‌کند حال می‌پرسیم آیا می‌توانیم به ترس ترس به طور کلی نه در شکل‌های متعدد آن بلکه به ماهیت خود ترس نگاه کنیم ترس ممکن است علل گوناگون داشته باشد ولی خود ترس فقط یک کیفیت است و ترس به خودی خود وجود ندارد بلکه در رابطه با چیز دیگر در رابطه با یک عامل وجود دارد این یک موضوع کاملا ساده و روشن است انسان همیشه از چیزی می ترسد. از آینده از گذشته از ناتوانی در رفع نیازها از مورد دوستی و عشق قرار نگرفتن از یک زندگی تنها و رقتانگیز از پیری و مرگ میترسد پس ترس وجود دارد هم مشهود و قابل تشخیص و هم پنهان هدف بررسی ما نوع خاصی از ترس نیست بلکه کلیت آن است اعم از آشکار یا پنهان ببینیم ترس چگونه ایجاد می شود با طرح این سوال سوال دیگری نیز مطرح می شود و آن این است که لذت چیست زیرا ترس و لذت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند بدون شناخت لذت شما نمی توانید از ترس رها بشوید اینها دو طرف یک سکه اند. بنابراین با شناخت ماهیت ترس ماهیت لذت را نیز شناخته اید. جستجوی لذت بدون ایجاد ترس یک انتظار غیر ممکن است. ولی وقتی ماهیت هر دو را شناختید، احساس و ادراکتان نسبت به آنها متفاوت خواهد بود. به هر حال شما نمی توانید به یکی از آنها بچسبید، اما از دیگری فارغ باشید. پس ببینیم ترس چیست و لذت چیست. همانگونه که شما می توانید در خودتان مشاهده کنید، رابطه تان با ترس این است که می خواهید از آن آزاد گردید. آن را نداشته باشید. تمام زندگی ما فرار از ترس است. اخلاق جوامع مبتنی بر ایجاد ترس است و ما به شکل‌های مختلف از طریق ایجاد انواع مشغولیت ها، مواد مخدر و غیره از مواجه شدن با آن اجتناب می کنیم. حال برای درک و شناخت راه های فرار باید ببینیم خود ترس چگونه ایجاد می گردد. شما در گذشته عملی انجام داده اید که نمی خواهید فاش گردد. نمی خواهید دیگری از آن مطلع شود. در این جریان شکلی از ترس وجود دارد. شما از آینده می ترسید زیرا می ترسید کاری گیرتان نیاید. پس شما هم از گذشته می ترسید و هم از آینده. ترس زمانی به وجود می آید که فکر یا به اعمال گذشته انسان نگاه می کند یا به حوادثی که در آینده ممکن است پیش آید بنابراین فکر مسبب ترس است شما مخصوصا شما آمریکایی ها خیلی سعی می کنید به مرگ و ترس ناشی از آن نیندیشید ولی علا رقم اجتناب شما واقعیت موجود است شما نمیخواهید درباره مرگ فکر کنید زیرا به محض فکر درباره آن دچار ترس میشوید و چون از آن می ترسید انواع تئوری ها درباره آن ایجاد کرده اید از قبیل فرضیه تناسخ و تمام مسئله را فکر ایجاد کرده است فکر است که هم ترس از دیروز و فردا را به وجود می آورد و هم آن را در خود نگه می دارد و فکر است که لذت را نیز در خود نگه می دارد. شما در گذشته منظره یک غروب زیبای خورشید را نگاه کرده اید. در لحظه نگاه شادمانی عمیقی وجود دارد. زیبایی نور خورشید بر روی آب وجود دارد. حرکت درختان وجود دارد. شعف فاقلاده ای وجود دارد. امروز فکر وارد می شود و می گوید چه منظره زیبایی بود. کاش می توانستم یک بار دیگر آن را تجربه کنم و شروع می کنید به اندیشیدن درباره آن منظره و بار دیگر به با آنجا می روید. اما منظره دیروز را نمی بینید. پس فکر است که هم لذت را در خود نگه می دارد و هم ترس را. بنابراین می پرسیم فکر چیست؟ واضح است که فکر واکنش و پاسخ حافظه و خاطره است. اگر خاطره نبود، شما هیچ فکری نداشتید. اگر شما خاطره ای از جاده در حافظه تان ثبت نکرده بودید، نمی توانستید راه خانه تان را پیدا کنید. پس فکر در عین آن که ترس و لذت را ایجاد می کند و آنها را در خود نگه می دارد، از بعد دیگر یک ضرورت است و می بینید که ما مواجه با چه معزلی هستیم. فکر هم باید در باد علم و تکنولوژی عمل کند و هم این که ترس و لذت به بار می آورد که نتیجه آن رنج است در این صورت انسان از خود می پرسد جایگاه فکر یا اندیشه کجاست زابطه و مرز تعیین کننده این که فکر چه وقت باید عمل کند و چه وقت نباید وارد بشود و دخالت کند چیست؟ اولین نکته ای که باید با آن توجه کنیم این است که جریان تفکر هرگز مستقل و آزاد نیست زیرا ریشه آن در گذشته است فکر هرگز نو نیست و اکنون چگونگی آزاد کردن آن نیز مطرح نیست زیرا در این امر انتخاب و گزینش وجود دارد و آنجا که گزینش هست فکر دارد عمل می کند. و می بینید که ما با چه مسئله زریف و حساسی روبرو هستیم؟ انسان از یک طرف این خطر را در فکر می بیند که ترس به بار می آورد. ترس که زندگی انسان را تباه می کند، چیزها را تحریف می کند، ذهن را در تیرگی و بدبختی فرو می برد. و در عین حال تفکر باید از عهده زندگی واقعی و بدون دخالت احساسات عاطفی برآید. وقتی ذهن این واقعیت را در میابد که هم باید به نقش ذاتی خود عمل کند و هم خطر فکر را میبیند چگونه کیفیتی دارد؟ پاسخ این سوال را خود شما باید بیابید. منتظر نمانید تا من به شما بگویم. شما جریان تجزیه و تحلیل را به دلیل درک بیهودگی آن کنار گذاشته اید. بنابراین ذهنتان آزادتر، روشنتر، فعالتر، حساستر، تیزتر و هوشیارتر شده است. و چون درگیر تجزیه و تحلیل و خوب و بد کردن نیست، همه چیز از جمله کیفیت ترس را فقط نگاه می کند. لحظه ای که ذهن با حالت ترس بماند از آن فرار نکند و آن را ببیند ترس پایان یافته است زیرا ذهن دارد با یک کیفیت هوشیار و روشن عمل می کند و اما ببینیم لذت چه پدیده است لذت با شعف و شادمانی فرق می کند لذت، میل و حوث با عشق بیگانه اند حالان که شادمانی کیفیتی است آمیخته به عشق اگر سوالی دارید مطرح کنید و به خاطر داشته باشید که سوال و پاسخ سوال در خود شماست سوال کننده ترس حاصل یک چیز ناشناخته است و شما میگویید برای شناخت ترس فکر یک ابزار نامناسب است کریشتامارتی شما میگویید از ناشناخته میترسید یا از یک فردای ناشناخته میترسید یا از یک ناشناخته واقعی ولی آیا ترس شما واقعا از چیزی است که آن را نمیشناسید یا از چیزی است که آن را میشناسید و به آن تعلق و وابستگی دارید شما به خاطر از دست دادن چیزی که آن را میشناسید احساس ترس می کنید. وقتی شما از مرگ می ترسید، آیا از ناشناخته ترسیده اید؟ نه، شما از این می ترسید که به وسیله مرگ شناخته های خود را از دست خواهید داد. لذت ها، فامیل، تعلقات، موفقیت ها، مبل و ماشین خود را از دست خواهید داد. انسان چگونه می تواند از چیزی که آن را نمیشناسد بترسد شما زمانی از ناشناخته می ترسید که فکر می خواهد آن را به هیته شناختگی بکشاند و نتیجتا یک تصور ذهنی از آن پیدا می کند پس درباره ناشناخته میندیش زیرا ناشناخته ورای اندیشه تو است فقط از طریق نگاه به شناخته از آن رهاشا. داخل پرانتز یعنی از شناخته رها پرانتز بسته سوال کننده من کتابهای شما را خوانده به صحبتهای شما گوش کرده و شنیدم که چیزهای زیبایی میگویید من میشنوم که شما درباره ترس و ضرورت رهایی از آن صحبت می کنید. ولی طبیعت ذهن بگونه است که پر از تمایلات است، پر از اندیشه ها است. بنابراین ما چگونه می توانیم یک ذهن فارغ از اندیشه را تجربه کنیم در حالی که ذهن دارد مدام فکر می بافد. راه عملی رهایی از فکر چیست؟ کلیشنامارتی تمایل چیست؟ چرا ذهن بلا انقطاع در حال وراجی سال کننده به خاطر نارضایتی کشنامورتی آقا خواهش می کنم جواب ندهید پاسخ سوال را درون خودتان بیابید ببینید شما متد و سیستمی را می خواهید که به وسیله آن ذهنتان را آرام کنید فلان موضوع را درک کنید یا آزاد از تمایل گردید. تمرین بر اساس یک سیستم جریانی است مکانیکی و یک نواخت. یعنی شما بر اساس سیستم کاری را بارها و بارها تکرار می کنید. در این صورت ذهن تبدیل به یک ابزار کرخت و غیرهوشیار می گردد. باید ببینیم چرا ذهن این همه وراجی می کند؟ چرا از این شاخه به آن شاخه می پرد؟ گمان نمی کنم امشب بتوانیم وارد این بحث بشویم. شما خسته نیستید؟ داخل پرانتز فریاد نه به وسیله هزار. پرانتز بسته. شما روزی طولانی را رو در اداره گذرانده اید و کارتان روتین و یک نواخت بوده است. چگونه می توانید بگویید خسته نیستید مگر اینکه کار نکرده باشید داخل پرانتز خنده پرانتز بسته در بحث امروز هم به طور جدی به تفحص نپرداخته اید فقط خود را سرگرم کرده اید و بنابراین باز هم با ترس هایتان اینجا را ترک خواهید کرد و شما را به خدا بگویید معنای این کار چیست؟ سانتا مونیکا کالیفرنیا چهارم مارس 1970